در آن زمان شاهنشاه اوگوستوس فرمان برآورد که در سراسر شاهنشاهی سرشماری اهالی گذرانیده شود. وقتی که این سرشماری گذرانیده می شد، کورینیوس حاکم سوریه بود. هر کس برای به قید گرفتن نامش باید به شهر خود می رفت. از بس که یوسف از نسل شاه داوود بود، او نیز از شهر ناصره ولایت جلیل به شهر بیت لحم سرزمین یهودیه رفت، زیرا این شهر زادگاه شاه داوود بود. او نامزدش مریم را که همان وقت حامله‌دار بود با خود برد تا که نام او هم به قید گرفته شود. هنگامی که آنها در بیت لحم بودند، وقتی تولد کودک فرا رسید. مریم پسری کلانیش را تولد کرد و لوله پیش نموده در آخر خواباند، چون که در مهمانخانه برای آنها جای یافت نشد. در دشتهای اطراف آن شهر چوپانان بودند که شبانه رمه خود را پاسبانی می کردند. فرشته خداوند بر آنها ظاهر گردید و نور خداوند در اطرافشان درخشید. چوپانها سخت ترسیدند، اما فرشته با آنها گفت: نترسید، من به شما خوشخبری را آوردم که تمام مردم از آن خیلی شاد می گردند. امروز برای شما در شهر شاه داوود نجات دهنده به دنیا آمد که او مسیح و خداوند است. با شما همین علامت می شود که طفل لوله پیچ شده را در آخر خوابانده شده می یابید. ناگهان با آن فرشته در آسمان هزارها فرشتگان دیگر پیدا شدند که خدا را حمد و ثنا خوانده می گفتند: بگذار نام خدا در آسمان ها شهرت و جلال یابد و در روی زمین در بین آنهایی که پسندیده او هستند صلح و آسایشتگی باشد. بعد فرشتگان از نزد آنها دور شده در آسمان ناپدید گشتند و چوپانان به یک دیگر می گفتند: بیایید به بیت لحم برویم و آن حادثه روی داده را که خداوند با واسطه فرشته به ما رساند ببینیم. آنها با شتاب رفته مریم و یوسف و آن کودک را که در آخر خوابیده بود یافتند. چون آن کودک را دیدند، آن چیزی را که درباره شنیده بودند به همه نقل کردند. همه شنوندگان از نقل چوپان ها حیران شدند، ولی مریم چیزی شنیده‌اش را در دل نگاه داشته در بارش اندیشه می کرد. چوپانها برگشته برای چیزهای شنیده و دیده‌اشان خدا را ستایش نموده با او حمد و ثنا می خواندند، زیرا همه آن چیزی که با آنها گفته شده بود اجرا شد. بعد از 8 روز وقتی ختنه کودک فرا رسید و او را عیسی نامیدند. این نام را فرشته هنوز پیش از پیدا شدن او در بطن مادرش داده بود. همین که وقتی پاکشوی آنها که موافق شریعت موسی بود فرا رسید، یوسف و مریم کودک را به اورشلیم آوردند تا که به خداوند پیشکش نمایند. زیرا در شریعت خداوند نوشته شده است: هر پسری اولین باید به خدا بخشیده شود. آنها اینچنین برای آن آمدند که از روی شریعت یک جفت موسیچه و یا 2 چوجه کبوتر را قربانی کنند.